امروز هم کارگیرمون نیومد. اشکال نداره رفیق، فردا هم روز خداست، خدا بزرگه، انشالله یه کار پیدا میکنیم. خب دیگه بریم دیگه، دیر وقت شد. بریم. سلام. چی شده؟ امروز زود اومدی؟ حتما کار پیدا نکردی. آره، امروز هم متاسفانه بیکار شدم. تو چته؟ چرا ناراحتی؟ اتفاقی افتاده؟ حامد به خدا خسته شدم. امروز صابخون اومد دم در، یه آبروریزی کرد که نگو. کاش حداقل تو این گرونی ها خودمون به فکر خودمون بودیم و این صابخونه ها بیشتر هوا ما مستاجرها رو داشته باشن. نگران نباش، فردا هر جوری بشه میرم سر کار. خیلی خوب بچه ها، اینم محل کارتون. هفته به هفته صورت وضعیت رد میکنم، حقوقتون بهتون میدم. اگه خوبم کار کنین بهتون انعام میدم. خاطرتون جمع باشه آقای مهندس، من و مسلم دنبال یه روزی حلالیم. مطمئن باشین کارمونو خوب بلدیم. من دیگه بیشتر از این نمیتونم تحمل بیارم. تا عصرم اساستو میریزم تو خیابون. آی رضایی، تا فردا بهم مهلت بدین. رفتم سر کار، مهندس گفته هفته به هفته بهت پول میدم. الان دو هفته شده پول بهم نداده. گفته فردا. صبر کنی. من یه حرف حالیم نیست. من پولمو میخوام. چی شد آمه؟ چه خبره؟ هیچی. صابخونه اومده پولشو میخواد. صبرم نمیکنه. خب بیا ببین از مهندس بگیریم خب. چیکار کنیم؟ بریم دیگه، مجبوریم. کجای کوسا؟ مگه نگفتم سالار بیار؟ خوب باش. خداحافظ. سلام آقای مهندس. سلام. آقای مهندس، شما قرار بود هفته به هفته به ما پول بدین. ما به پول احتیاج داریم، مشکل داریم. هنوز کارفرما پول نریخته. هر موقع ریخت بهتون خبر میدم. آقای مهندس، صابخونه اومده جلوی در، وسایل ما میخواد بندازه تو کوچه. پولش میخواد. آبرومو برده. چیکار کنم؟ به من چه؟ مندازه که مندازه. یه مشکل گوشتن دور ما جمع شدن. حرف دهنتو بفهم مرد حسابی. ما کار کردیم، زحمت کشیدیم، عرق ریختیم. نمیخوای که به گدا پول بدی؟ حامد بیا ببین تو شهر میشه. ولکن مسلم. بیا برو رد کارت، مردی که گدا. گدا هفت جدته. تو چی کار کردی حامد؟ هم خودت درخت کردی هم ما رو. چرا این کاری کردی؟ هیچی، اومدم حقمو بگیرم، سر از اینجا در آوردم. تو چی کار کردی با صابخونه؟ هیچی، بیشتر وسایل بابات کرایه عقب مونده برداشت، بقیه هم ریخت تو کوچه با کمک مسلم بردم خونه مادرم. ببخشید تو رو خدا. راستی مهندس چی شد؟ خدا شده زنده، از حالش خوب شده. چی شد؟ پولتو گرفتی؟ نه، گفت به خاطر کاری که رفیقت با هم کرد پولتو نمیدم. برو خدا شکر کن که از تو شکایت نکردم. میگفتن حق به حقدار میرسه، اما انگار اشتباه میگفتن. حق به پولدار میرسه، به پارتیدار میرسه، به شانسدار میرسه. تو این دوره حقتو میخورن یه آبم روش، بعدم اندازنت زندان، اساستم تو کوچه. الان واقعا به این نتیجه رسیدم که این دنیا مال بچه پولدارا. ما فقرا به دنیا آمدیم تا استادیوم خالی نباشه. درواز بیاورید.